بیننده های عزیز در برنامه یک قدم سلام تقدیمتان. قسمی که شما شاهد خواهید بود برنامه یک قدم معرفی از چهره های نیکنام و مطرح افغانستان است که ما در این برنامه یک مرد واقعا مطرح و نیکنام چهره سیاسی افغانستان با خود داریم که شما با چهرهشان آشنا هستین و از طریق برنامه یک قدم باز هم یک بار دیگه با این آشنا میشین. در این برنامه ما فقط و فقط میخواییم که کاملا باشان صحبتهای خودمانی از موضوعات زندگی عادی خود این شخصیت بزرگوار داشته باشیم. نورالحق علومی نام آشنایی که همه مردم افغانستان در هر کجای دنیا و حتی تمام مردم دنیا با نامشان آشنا هستند، با کارکردهای نیکشان آشنا هستند. اینا در دوره های مختلف افغانستان کارها و نیکنامی های به خود به جا گذاشتند و همچنان کار و پیکارشان در عرصه های مختلف ادامه داره و اینا با سعی و تلاش خستگی ناپذیر همچنان کار میکنن، ولی اینجا ما از کارشان هیچ صحبتی نمیکنیم، فقط و فقط ای که اینا در طول عمری که مصروفیت های در کار و زندگی داشتن چقدر وقت گذاشتن با فامیل خود، با خانواده خود، با فرزندان خود. ما در این موارد هم رایشان صحبت میکنیم، خاطرات شیرین از دوره های طلایی افغانستان که اینا کارهایی داشتن، واقعا کارهایی است که از ذهن افغان ها هیچ وقت نمیره و همیشه به نیکنامی یاد میشه. خب بیننده های عزیز، امکنون ما پای صحبت های آقای علومی میشینیم و شما را هم دعوت میکنیم ببینیم که چه حرف هایی در این برنامه با هم خواهیم داشت. سپاسگزار هستیم که فرصت دادن که ما امروز با شما صحبت های داشته باشیم. شکر از شما. به نام خداوند توانا و دادگر، اول تشریف آوریتان خیر مقدم میگم. امیدوار هستم زمان را که در اینجا سپری میکنین یک دستاورد خوبی بر اولاد پاک از وطن داشته باشین که تانسته باشین اقلا شما معرف داشته هایی که امروز در افغانستان است امور به درستی و صلاح بتونیم انعکاس بدیم. سپاس از شما. با عنوان نخستین سوال از شما میپرسیم که شما یک مرد نظامی بودین در افغانستان و مصروفیت های فوق العاده زیادی در عرصه داشتین. آیا فرصت از این هم داشتین که به خاطر فامیل، خانواده، اقوام و اینا وقت بگذارین و باشن باشین؟ هر اولاد وطن که در اینجا زندگی میکنه با درک و احساس که دارد برای مردم خود فکر میکنه. ما یکی از جمله کسایی هستیم که میگیم کسی که مردم خود دوست داره خانواده خود دوست داره، کس که خانواده خود برش ارج میگذاره با مردم ارج میگذاره. این دور از هم جدا کرده نمیتونیم. اگر خوشی، سعادت، آرامش مردم خود میخواهیم، از خانواده خود هم میخواهیم، اما نمیشه که یکی را به صلاح فدای دیگر کنیم. در هر جایی که ضرورت هر کدامش بیشتر بوده کوشش کردیم که تمرکز قوت خود و زحمت خود امونجا به صلاح معطوف بسازیم که بتانیم خیر دیگر را پیدا کنیم. به می خاطر در طول عمر که تیر شده هیچ وقت گفته نمیتونیم که ما به اصطلاح از فامیل خود یا خانواده خود فاصله داشته باشیم. نه، همیشه دوست داریم. همین روز هم اگر ما به اصطلاح خانواده ما، یکی به اصطلاح همسر ما است، فرزندای ما است، یا در اینجا با اینا زندگی کردن، خوار، برادر، فامیل، بزرگیش، قوم، بالاخره ملت افغانستان میرسه و کلشان ما ارج میگذاریم. در حدود توان خود چیزی که امکان داشتیم دویدیم و تا امروز هم در حدود توان خود کوشش میکنیم به این خانواده بزرگ ما که اینجا افغانستان است میخواهیم که رسیدگی کرده بتانیم. دقیقا. میشه برای ما بگوین که شما چی مدت زمان است که ازدواج کردیم؟ بسیار خوب وقت داریم. تقریبا 50 سال است که من صاحب همسر و خانواده هست. سوالی که بسیار زیاد شاید برتان جالب باشه و شاید سوال شده باشه یا نشده باشه این است که ازدواجتان انتخاب خودتان بود یا فامیلتان؟ مطلقا ما در یک فامیل روشن فکر زندگی، یعنی به دنیا آمدیم و فامیلای ما به صلاح یعنی من طرز دیدشان این بود باید است. هم عرف و عادات در نظر گرفتیم و بزرگای خود عرش بگذاریم، هم انتخاب در نظر گرفتیم. اینا هم یک امر الهی است. ما انتخاب خود کردیم، بس بالاخره پیوندش توسط بزرگایی که در خانواده ما بود به می شکل به انتخاب خود ما از ابتدا تا انتها. یکی از کسایی است که بسیار عرش بگذاریم. حالا بگویم یک دوره طلایی 50 ساله را تیر کردیم، بک‌گراند بسیار خوب داریم در خانوادگی خود. چه جالب. و جالبش این خود
بود برای بیننده ها که 50 سال قبل ما این فرهنگ زیبا را داشتیم که یک جوان میتونست خودش تعیین سرنوشت برای خود بکنه. یقین دارم اگه جنجالایی که در زندگی مردم افغانستان بعداً در 3-4 دهه آمد که اولاد از وطن در دود آتش کلان شده، همیشه ما تذکر مامیز میگم 40 ساله ما در دود آتش کلان شده، 40 ساله ما را شما کوشش کردیم که مثلا دستای دنیا که اینجا کار کرده و دشمنان مردم افغانستان که چقدر فرهنگ خوب مردم افغانستان از زیر سوال ببرند. در این فرهنگ خوب مثلا هم دین ماست، هم مذهب ماست، هم عرف ماست، هم عادات. افغانستان از یک فرهنگ غنی برخوردار بوده. اینا را ببینید که چقدر ما را کوشش کردن از این فاصله بتن. اگر شما امروز یک مسلمان خوب همیشه فکر میکنه که چیزی که حکم الهی است و چیزی که پیغمبر اسلام گفته باید به او بگه، هیچ وقت پیغمبر اسلام نگفته که به زور یک کار کن. ایجاب و قبول در دین اسلام معنای زیر دارد که شما باید انتخاب داشته باشین قبول کنه، نگفته که ایجاب قبول از طرف مرد. دیگه مرد بیادن هر کدامشان. ما با مو خانواده بودیم به می شکل، شاید بگویم که خود ما به نمی شکل ازدواج کردیم و کوشش کردیم که در مسائل در همون 50 سال پیش هم همه تو نواوره رو بیاریم که 4 تا بزرگ ما میشینه گفته مردم یک پیاله او باریم نکاح کنیم کافیست. یک وقت پشتیدی نگشتیم که در اینجا از یه هم یک برابرداری شود. حال یکان ازدواج ها رو میبینم که به هزارها نفر میان نان میخورن، اصلا به سعادت و نیکبختی همی زوج فکر نمیخورن. دقیقاً دقیقاً. چریف یا تصویر فعلی که مردم نسل نو دارن فکر میکنن که شاید افغانستان از سالهای سال اینمی شیوهی که امروزه ما تجربه میکنیم یا میبینیم ازدواجای اجباری و خشونت و من ایفام در فامیلا مرد سالاری و همچون چیزهای را، ولی خوب است که ما از زبان شما که همچون یک زندگی یا ازدواج موفق 50 ساله دارین چیزهای بشنویم. مطمئن هستم که برای نسل جوان افغانستان و او نسل که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن فقط تصاویر تلخی از افغانستان میبینن، مطمئنن که به نهایت برشان جالب است. خوب است که برای من بگوین که چه زمان عاشق خانمتان شدین؟ مثلا ایست که ما بسیار فاصله های فامیلی هم نداریم، چرا خانم از من دختر خالی ماست، یک جای ما بزرگ شدیم، شاید تفاوت سن داشته باشیم میره در نظر گرفتیم، اما مجرد که وقت و زمانش رسید ما تانستیم که اول در فکر تحصیل، تعلیم، کار و زندگی رو در پای خود استاده کرده، ما اول در پای خود استاده شدیم بعد از اون ازدواج کردیم. فکرتان است؟ به می خاطر بگویم اینطور نشده که به صلاح هنوز هم ما بالای فامیل به صلاح به دوششان باشیم. درست فامیل همیشه هیچ وقت جدا نبودیم، همه کمک ها را که ما در طول زندگی کرده تا ما را در اون سرحد رسانده که در پای استاده شدیم. در این مورد هم وقتی که یکی دیگر انتخاب کردیم، اقدام کردیم، هیچ ممانعتی نبود. یک چیز دیگر هم در اینجا بود، در اون وقت هم شما میدید آره بسیار مسائل را میبینید و نگاه ما قابل قبول نیست. شما وقتی که انتخاب میکنید یک عالم مسائل دیگه است که بار کمرشکند است که بارای فامیلا میفتند. هیچ قبول نکنید. باور که با حساب شریعت 30 درهم شرعی مهر ما بوده. میبینید 50 سال دوام دادید با خوشبختی. حالا که ببینید به اصطلاح به هزارها افغانی هم نه دلار است و خانه است و به اصطلاح زیور است و اینا کوشش میکنند که انحراف بتن، دو روز زندگی هم دوام نمی. ارزش یک انسان پیش ما از نقطه نظر مادی به میلیون ها میلیون ها دلار هم برابر نیست که شما حساب کنید. اگر میخواهید که درست شریعت اسلام هم گفته مهر 30 درهم شرعی است، از وقت‌ترین به اصطلاح همسر یا به اصطلاح خانم او کس است که مهر کمتری نداره، یا هم از فرمودهای حضرت محمد است. اگر کسایی که معتقد است به دین اسلام، دین اسلام اینمی فضایل داشته اما کس در نظر نمیگه. اگر امروز در کابل یا در افغانستان شما در یک میز نکاح میشینین یگانه دعوا بالای مهر است. هیچ وقت خوشبخت نمیسازه، مهر خوشبخت میسازه. ایجاب و قبول شما و انتخاب شما که به دل خود یکی دیگر انتخاب کنید و عمو به اصطلاح فضیلت را که راجع به همسر چی بچه باشد چی دختر اونا را در نظر بگیرید، علم داشته باشد، دانش داشته باشد، اخلاق داشته باشد، انسان متحد به زندگی باشد. اینمی فاصله را که براتان گفتم، اما قدر که فامیل خود دوست داره مردم خودم دوست.
خب آقای علومی، ما در ذهن ما سوال پیدا شد که باید بپرسم که ثمره امی ازدواج زیبا و زندگی موفقی که شما داشتین چند فرزند است؟ باید برد برسانم که من دو دختر دارم و یک پسر دارم. هر کدامشان صاحب تحصیل خود است. دختر کلان مدت فاکولتی حقوق خوانده در افغانستان، دختر دومی ما که دوم البته دخترم است فعلا در آلن دکترای خود گرفته، ماستری خود از سویدن گرفته از بلژیم و دکترای خودم در داخل آلن کار میکنن. بچه ما درس خود خوانده، هر سیشان مست موارد صاحب بسلا زندگی استند. هر کدامشان همسر داره، اولاد داره، بسیار نازنین. هر کدامشان به مور روحی انسان دوستی و وطن دوستی تربیه کرده. چه خوب. شما گفتین که در یک مرحله رسید که بالاخره امی زندگی شما کاملا به یک زندگی عاشقانه تبدیل شد. از لابلای صحبت شما میافتم، گاهی شده که شما خود شما دست آسین بر بزنین و برای خانمتان یک غذا پخته کنین؟ من یک جب بدانم، من یکی از جمله کسا شاید باشم که کاری که به من تعلق دارد همیشه کار تا می لحظام که شیشتیم اگر من خانه میرم شاید کار خانه خود خودم کنم. در زمانی که شما میفهمین دوران همیشه نیست که ما کرسی نشین بوده باشیم. ما مردم هستیم که میال برستان میگم شاید دو چند سن شما فهمیده باشین. از روز که به اصطلاح عوام میگه بوت و گیتس در پای ما بسته شده، در بین خاک و دود و آتش بودیم. در اونجا کوشش کردیم که از سرباز و افسر خود کرده پس نمانیم. در فامیل هم کوشش کردیم که به اصطلاح از همسر و اولاد خود پس نمانیم. چیزی که توانستن خوب هم که در جایی که فامیلیم مریضی دارین، فامیل غیرازیری دارن، مثلا بعض اوقات ایجاب میکنن. یه اطفال ما خود کلشان به این سن و سال از اول نبوده، خرد بوده. کوشش کردیم که مطلقا هم کاری کنیم. تا حالی هم که اگر باشه خاطرتان جمع باشه، یکی از همکاران خوب در خانواده، نه تنها در خانه خود، دوست و آشنا و رفیق خودم که بوده، هم در اینجا در بیرون مخصوصا هم کت کلش کمک کردیم. در کارهایی که اگر براتان رو بگیم زاید است، در اروپا شما زندگی میکنین، من نه نجار خواستیم، نه گلکار خواستیم، نه بستلا انجینیر خواستیم، نه موترم خراب شده برکت خواستیم، کلش خودم جور کردیم. چه خوب. بان که از مردان افغانستان پیش مردم دنیا و مخصوصا فعلا اطور تبصره های است که فقط مردا امر میکنن که باید خانم انجام بده یا همیشه یک شکل دکتاتوری زندگی کنن، ولی امروز ما میشنویم از یک مردی که همیشه در نظامی بوده، وظایف سیاسی داشته، خدمات فوق العاده ارزنده داشته و چه شیرین از امو زندگی خود بر ما شما صحبت میکنه که ما در تصور ما مثل از این میشه که یک مستند بسیار زیبا را امی لحظه میبینیم، چون این صحبت هایی است که ارزش طلا را داره. ما وقتی از شما میشنویم و مطمئنا نسلی که امروزه ای را میشنون و بعد از این میبینن و میشنون، برایشان جالب است که افغانستان تنها اونم تصویر نیست که میشنون امروزه که فقط مردا امر کنن، مردا خشونت بکنن و حتی میبینیم متاسفانه که سنگسار میایه سر زنا و ای که نمیخوایم امی لحظه فضای مصاحبه را ببریم به طرف ناراحت سازی. خب میشه که شما بگین که بهترین دستپخت غذا شما چی است؟ یک گپ برای شما بزنم. اولی را باید عرض کنم که هیچ وقت حکم به جای سر هیچ کس نکنیم. اونم قدر ببین خانم من درس خوانده معلمی میکنم، در خانه نگاه نشده کار خانه را و کار وصلا بیرون که اولاد دی وطن معلمی میکرد بوده بایس معلم. و کوشش کردیم که اولاد ما طور باشه که مو تو نباشه، یکی در داد و ستاد. چیزی که وصلا سرمایه مادی یا معنوی خانه است و کل تعلق داره. همیشه هم کوشش کردیم که اداره خانه را از این نقطه هم برازی که ما در گذشته هم براتان گفتیم شاید اکثرا با فامیل نبودیم، بیرو بودیم، در جبهات بودیم. دوره ما دوره جنگ است که سر ما تعمیل شده. به او خاطر از هر افسر اگر شما پرسان کنید، حتی کسایی که در دولت در دیروز بودن، رسیدگی با فامیل نم اولاد تربیت کردن به صلاح تمام زندگیشان، هیچ وقت نگفتیم چی خوردین چی پوشیدین و هیچ وقت فرمایش غذا را ندادیم. من تا حالا جمله آدم های تو هرچی پیش روی بانین یک روز نگفتیم که این غذا را خوش دارم، این خوش ندارم. به اولاد ما همیتون گفتیم اوش کنین که نگوین که این را خوش دارم این را خوش، چیزی که به تا پیش روی تان مانده شد، چیزی که سر دسترخان آورد، البته این را
در خانه که تیه میشم ما به او فکر هستیم. دیگه به می شکل اگر شما اولادتان هم تربیت کنین و به صلاح باشه، پس من شاید کل غذا را خوش دارم. یک روز فرمایش ندادیم در طول 50 سال که امروز به من این چیز پختم. جالب. خود شما چیره خوب پخته میکنین؟ یعنی در جایش که بوده اگر راست براتون بگیم، یک وقتی که مثلا در اینجنه در بیرون خانم مثلا نبوده، اگرم شیریش مریض بود چند روز پیش از او رفته بود کوره پرستاری کنه، اولادها رو نانش ما پخته میکرد، اولادای ما خورد بود، فامیلین اگر میمان ما میامد خودم. خب به هر صورت حال شکر اینا زود رسید. اگر خوردان بودن بسام و تشبس بودن کار میکردن، همیشه کوشش میکردن که حتی اول براتون اگر من یک جای میشینم به طور مثال نجاری میکنم، اما اولادم که دختر هم هست از مکر خوبتر میکنم. فضای مطلقا ای ما به یک چیز به یک اصل معتقد هستم براتون بگویم، در زندگی شخصی و رسمی خود برای رفاقت معتقد هستم. اصل رفاقت حال خود ما برای مردم میگیم ما سر رفاقت بسیار قربانی ها دادیم در دوره خود، اما یام یکی از صفات خداوندیسی را براتون عرض کنم. هر قدر که اینه میگم که ما حال فعلا ششتیم، رهبری ما رفاقت است. تو به ما به تو در جمع کوشش کنیم در خدمت مردم کل قرار بگیر. این امر و نهی حکومتی نیست. فکر انضباط هست، یک انضباطی که به اصطلاح در مجموع ایجاب میکنه نظم بیاره. دیگه عرض کنم در کار مجموعی که با مردم و با خانواده خودم ارتباط داریم به انسانیت معتقد هستم. میگم انسان خوب مسلمان خوب است، انسان خوب در این زمان افغان خوب است. ما به می خطه تولد شدیم و مسئول باید خدمت در اینجا باشه. در اون خاطر است که در خاک خود پای خود قایم کردیم که باید هر خدمت میکنیم به خود. اروپا از خود داره، امریکا از خود داره، همسایه ما از خود داره، روس است. اما دوستی های خود کت کل دنیا حفظ کردیم، اما خدمت باید است برای مردم خود کردیم. و سوم یک چیز دیگر هم یاد میکنم، در روابط خود با فامیل و روابط خود با مردم یک اصل در نظر گرفت، شفقت به خردا، احترام به بزرگا. اولاد خود هم تو تربیت کردیم با بزرگا احترام کنین، با خردا شفقت داشته باشین. این خودش یک انسانیت است، یک اخلاق نیکوست. بسیار خوب. در عرصه های اجتماعی مثلا شما دوست داشتین ورزش بکنین؟ کدام ورزش؟ ما براتون بگویم عمر ما در ورزش تیر شده. تامیل از یام که هستیم دوستای من میفهمم، من روزانه یک ساعت میدون ورزش میکنم. دینه چرا؟ اگه شما میخواین خدمت به مردم کنین، هیچ وقت بار دوش مردم نشین، بار دوش جامعه نشین. امی دویدن و تپیدن هم که روزانه میگم یک ساعت غم خود بخو و 23 ساعت دیگه غم مردم هست. این دمی طول زندگی ما که امکان پیدا، یکان وقت هست که امکان پیدا، در طول زندگی ما این بوده که خود آماده کرده سر خدمت به سراغ پیشونی مردم حاضر شده. بسیار خوب. گایش شعر و مسائل فرهنگی و نفهم داستان و طنز و اینا دوست دارین، نوشته کردین، خواندین؟ براتون شعر و ادب و داستانی که به صلاح جامعه است و به درد بخورد خوش دارم، صاحب مطالعه هستم، دانداده آره. در سیاست داخل شدیم. من یکی از کسایی هستم که هنوزم کوشش میکنم که دامن خانواده خود بالا نک. خانواده ما کسایی است با ما دیروز یک جا دمون رژیم که بودیم یک جا اونجا شخصیت های فریخته بسیار زیاد است، اما یک بارم سرمایه معنوی ما چی رهبر بوده، چی سرباز بوده، چی افسر بوده، چی عضو حزب بوده، چی در دولت دیروز بوده، هم در بیرون هستن هم در داخل افغانستان. اینا هر کدامشان میفهم دردای بسیار بزرگ دارن، اندوختای بسیار بزرگ دارن، علمی دارن، فرهنگی دارن، با دانش هستن، تجربه دارن، اما که تیت و پرک در کل دنیا شدیم میخوایم جمع شوند. آره کار ما در سیاست، در سیاست هم اگر شما در این موارد براتون بگویم که بسیار حقایق است که در پیش ماست، اگر ایره در میدان بکشین دشمن های مردم افغانستان هنوز زنده است. او دشمن های مردم افغانستانه که به صلاح دیروز علیه ما قیام کرد شاید بگویم، و ای تا امروزی روز فقط کوشش میکنه تفرقه پرتره، حکومت کنه. این تفرقه انداختن تابار جریان مخصوصا یک نت 20 ساله من نمیفهمه که به صلاح رهبرای دیروز کی بود، ندیدن در چشم 30 ساله هم ندیده، 40 ساله من تنها میشناسه که به صلاح در گذشته اینی رو اینی ظاهر خان بود، این داود خان بود، این به صلاح اما زندیات هر کدامش بگویم، اگر مرحوم ترکی است، مرحوم رفیق کارمن است، شهید دکتر نجیب الله است، اینا رو به نام میشناسه.
هنوز دشمنای قسم خورده مردم افغانستان به خاطر پراکنده کردن اینمی قشر وطن پرست افغانستان دست. اگر یاد کنیم میگن بدون از اینکه بفهمه که دکتر نجیب خودتان از بین بردید، بدون از اینکه بفهمه که رژیم شما از بین بردید، بدون از اینکه بفهمه که شما کت مجاهدین، از دنیا خبر نه. ایره کی من داده اید؟ هیچ که دور نرین کفایت میکنه استخبارات پاکستان. اینه میاده دوتا ایتان ده یک جای بشه. هر روز اتهامات ما بودیم. مستی یک سرباز واری. در اداره در سرباز عبارت از اینمی است که هر وقت که نظام ازم میپاشه شما خود در مرکز قمانده میرسه. یعنی من یکی از کسایی بودم که در زمانی که رژیم در اینجا انتقال میشد به مجاهدین در بیرو بودم، وظیفه داشتم که به اصطلاح تیم ظاهرخان به اصطلاح میان روا کار کنم. وقتی که پس آمد مجاهدین در افغانستان آمد یک روز بعدش، حال هنوز هم اتهام بسته است که گویا ما خدای ناخواسته یک رژیم نبردیم. اگر ما هیچ وظیفه رسمی نداشتم، آمدم سرباز که میگه که وقتی یک شکست میاد در مرکز قمانده خود جمع، آمدیم در مرکز قمانده که امورم در اون وقتش دکتر نجیب الله شهید جور کرده بود، آمدیم شیشتیم در گارنیزون. اگه ای آمد و آمد مجاهد آمد که شان دیدیم ملاق، یکی رو بینی آیسای در دستش حکس داده میکشد، دیگر آیسای بینی یک فرمول داده. نی اگر ما میلام اگر در خانه میشتیم جرم کلان بود، اگر فرار میکردیم جرم کلان. اینی مسائل است که هنوز هم میخواهیم که از او خاطر اگر در رشته قلم داخل کنم بسیار چیزا رو. یک آنم در اینجا دامنایی است که تر میشده یو حقیقت پیش ما، هنوز هم شیشتیم. شاید یک یا جمله کسایی باشیم که رسالت خود در داخل افغانستان میبینیم. بسیار کل کسایی که ما هم کار است، هر روز ما طرح داریم، مرام داریم، نوشته داریم، میرسه در اون زیده خلستیم، اما هنوز در اون نرسیدیم که شعر بگوییم. شعر ما بسیار درد آور خواهد بود برای اینکه درد جامعه را انعکاس میدیم. شما اگر مثلا در چند جمله کوتاه یک مرد آسیایی یا یک مرد افغانه در بین خانواده تعریف کنین، تعریفتون چیست؟ مرد افغان ابعاد مختلف داره. نظر به مو قشر جامعه است که به صلاح در اینجا وجود داره و نظر به همو حکم تاریخ است که امیال در افغانستان شما ببینین حداقل یک دو سه چهار به صلاح قسم مردم میرین در افغانستان. امروز اول براتان بگویم اما مردم های سنتی که میراث دیروز مانده، شاید میراث گرانبا، امو را با امو پاکی شفت کردن، اینا هستن. و یک تعداد کسای دیگه است که به اصطلاح از اون میراث گرانبها سوی استفاده میکنن. از این میراث گرانبها اگر دین است، اگر مذهب است، اگر قوم است، اگر سنت های پسندیده که در اینجا مانده، به خاطر منافع خود از اینا استفاده. ما اینا را کلشان شاید بوین پیش ما کمیشنکارا و تیکدارای است که وجود داره که از قوم و مذهب و جهاد و مقاومت و سمت و سوی استفاده اینا ببینین تظاهر میکنند به نام از اینکه ما یک افغان درست است. یک قشر دیگه است عادی روشن فکر است که تمام اندوختای دیروز هم حفظ کردن، با مو پاکیش، با مو روشنگریش، با مو شکلی که کوشش کنند که هیچ گونه از دنیا فاصله نداشته باشند و باید از اولاد خود طور تربیت کنیم که نظر به عصر و زمان باشه. اینا مردم هاییست که اینا هم میتونن نواوری ها را به درستی قبول کنن، هم میتونن سنت های نیک خود به درستی حفظ کنن. این مردم هست دیگه. یک قشر جوان داریم که امروز خوشبختانه جوان های ما ممکن است اضافه از 60 یا 70% مردم افغانستان بین سینین قبول کنین تاثیره. من خواهد اکثرا میگم 40 ساله ما نه دیروز ازبی بود نه دیروز مجاهد، 40 ساله تان. و امروز شما 30 ببینین، 20 ببینین، 15 و 16 که نوجوان است ببینین، اینا بسلا در بین از یا یک قسمتش هست که بسیار رشد کرده، خوشبختانه در فکر تعلیم هستن، تحصیل هستن، در فکر نواوری هستن، اما ایجا وزیر هم میکنن که کوشش کنن هر چیز در قالب خوبی های افغانستان حساب کنن، از دنیا دستاوردهای خوب داشته باشن بیان. متاسفانه این قشرام حداقل در مجموع مردم ها یک تعدادش هنوز در بنیادگرایی در گروش ماندن. هنوز جوانم تحصیل نمی کنه، مکتبش می سوزه، در فاکولته رفته نمی تانه، دختر از خانه برآمده نمی تانه، سر یک ماشه تفنگ فکر می کنه. این ماشه تفنگ هم اینا فقط در گرو زورگویا هستند، در گرو کسایی هستند که از بیرو آب می خورن و می خواهند که به صلاح این وطن از سرمایه
هم معنوی شه هم سرمایه مادی شه تاراج بده. اینمی قشن جوان هم که براتان یاد میکنم در جمع بزرگایی که در داخل یا خارج افغانستان زندگی میکنم یا یک سرمایه بسیار گران. تلاش ما مردمام اینجا است که بتونیم هویت دشمنا را در اینجا درست افشا کنیم که دشمنایی که نمیمانه متحد شوه اولاد پاک از این وطن پشت ما، پشت شما، پشت دگاه تمام روز تبلیغات میکنن. نه، ما بسیار کار خوبه به این قشن هم در این جامعه کردیم. در ظرف اینی 20 ساله که در داخل افغانستان هستیم حقاً مصالح ملی دوره خود آوردیم، با مجاهدین مصالح کردیم. دیروز امپریالیزم میگفتیم، امروز دوستای بین‌المللی ماست. کت از اونا آشتی کردیم، کت مردم خود که به نام مجاهد است آشتی کردیم، حالا هم تلاش میکنیم کت طالب آشتی کنیم. بس مردم افغانستان خواست شد، اما یکان تا که در غندی خیر شیشته انوز هم آب خود در حساب چی میگم؟ من میگم نان تا به حساب اروپا و امریکا و سلاح پخته نکنین. در افغانستان که بودین نان تا به حساب چخانسور و یک کولنگ پخته. ما مسئول مردم استیم که از افغانستان در هر جایی از اون سرمایه بیرونی خودم استفاده کنیم و این سرمایه داخلمون نیاز به کمک دارد. هر وقت دست از یار از سر ماشه پس کردم و اون ماشی بود که در صف نیروهای مسلح ما داخل شود که دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و به اصطلاح نوامیس ملی ما کند، در این راستا درس بیاموزدن. اینی اقشار مختلف در جامعه است که هنوز این امگون ساختند، پشت کار داره، همدستی کار داره، وعدت نظر و عمل کار داره. تنها گفتن و نوشتن هم کار نداره. ثابت قدمی، تعهد پذیری، صداقت، ایمانداری و خدمت به مردم کار داره. بسیار خوب. در این صف قرار داریم. از نظر شما فقط در یک جمله تعریف یک مرد خوب در خانواده چیست؟ مرد خوب کسی را میگم که اخلاق نیکو داشته باشه، علم و دانش داشته باشه، درک درست از فضای حاکم در داخل جامعه و خانه خود داشته باشه. نه تنها حاکم باشه، نه محکوم باشه، بلکه شخص باشه که به درستی کوشش کنه که تصامیمی که در خانواده گرفته میشه این تصامیم بر شکل. اگر در راس کارام هستید، اگر در خردترین فرد خانواده هستید، ما یکی از جمله کسایی هستیم که به خرد جمعی معتقد هستیم. اگر ما به طرف مردم سالاری میریم، در کانون خانوادگی خودم باید به خرد جمعی معتقد باشه. اگر از من پرسند کنه، شاید هم میاد یک دخترم یا بچه‌م سر من که در کاری که میفهم حکم میکنه مورد پذیرش است. من بازم براتون بگویم، فعلا در افغانستان یا افغان که در هر نقطه دنیا است، یک طفل خردش که کودکستان میره بعد چیزا رو شاید بفهمه که من نفهمم، شما نفهمید. از اون خاطر ارج بگذارین که همیشه حرف مردم رو بشنوین، قضاوت کنین و باز به اجراءات کمر همت ببندین. بسیار عالی. فقط اگر شما زندگیتان خودتان یک ارزیابی بکنین و خودتان از 10 برای زندگیتان، برای موفقیتاتون در خانواده و در کار نمره بتین، کدام نمره را بر خود میتین؟ خاطرتان جمع بوده میشه فضایی که من میبینم. این نیست که برای خود ستایش و من جمع دوستا و همکارا و رفیقای ما که به اندازه که امکان داشتیم تلاش کردیم خاطرتان جمع باشه. ناملایمت های روزگار دیدیم، گفته مردم فقر، بیچارگی، جنگ، ناداری، دوری از فامیل، اما کوشش کردیم، جنگ کردیم، دنم را میدیم. بسیار خوب، انشالله که موفق هستین که با این اطمینان و با این اعتماد و نفس کامل بر خودتان دنم را میدین. و من امیدوار به این هستم که بعد از شنیدن صحبت های شما، هر کسی، هر فرد، هر افغان، مخصوصا مردا، خودشان یک بار خود قضاوت کنن و از 10 یک نمره برای خود تعیین بکنن. چرا 10 نمره میتونم؟ کل ما، کسایی که با ماست کل می ذهنیت داره. ما پشت سر بلند میگردیم، پشت تعمیر بلند نمیگردیم. تابل یک کدام بنگله از ما نمانده، اما سر بلند بسا مانده، چی در جمع خانواده ایم، چی در جمع مردم، چی در رفیقا. من رفیقای ما یک آدمشان در بیرون از با کل شرط میگردم، بسا رهبری خوب داشتیم. اوش که نیستن جنت ها جایی باشه، او که از ارزش است. این ارزش ها را بسیار کوشش میکنیم تانسته باشیم همیشه حفظ کنیم. با خوبی اشتباه هر کس میکنه، خاطرتان جمع باشه. حال خود اینجا افغانستان هستین، هر گپ میدارین معتقدات دینین، می غیر خداوند اشتباه نمیکنه. هر انسان اشتباهات است. رهبرای دیروز ما هم هر کدامشان وطن پرست بودن، با ایمان بودن، دانش بودن، پشت دمی گشتن، اما هیچ کدامش پاچایی نکرده بود که در کار دولت مثلا بلد می بود.
دنیا تمام دنیا را که برتان میبینیم روز دوست ماست، دیروز در دشمنی با ما قد علم کردن که هنوز بسیارش اعلان کرد، امروز دوست ماست. ما میخواییم در دوستی از اینا طور استفاده کنیم که به نفع مردم ما تمام شد. همیشه گفتیم، ما همیشه برای مردم خود گپ مردم خنده را تکرار میکنم، میگه پیری ده منم پاچایی ده نمنم. ما هم دوستی دنیا را قبول داریم، حاکمیتش را قبول نداریم. میخوایم مردم افغانستان صاحب خانه خود خودش شود. چی وقت صاحب خانه میشه؟ که مردم بادر که با احساسش دست به دست هم بتن در یک محور جمع شوند. هیچ وقت خود دور تا که زنده هستیم مجبور هستیم بگویم جمع شین متحد شین. و دیگه کسی را میتونم بگویم که این وطن میتونه نجات بده که نام پدر خود نگاه میکنه. شما چرخی هستین، افتخارات پدرهایتان را نگاه کنیم. و کس که نام پدر را نگاه میکنه عزت مردم را میکنه. عزت مردم به جد دین، ایمان، نوامیس ملی چیز دیگر نیست. این گپ های روزمره ما با مردم است که در فکر حفظ نوامیس ملی تان باشین که نام پدرتان نگاه. یکی پشت چوکی رفته، یکی پشت مقام رفته، یکی پشت پول رفته. من نمیفهم که این پول در کجا اونموز که تعمیر بلند ساختن، اما در اون تعمیر بلند در تاکویش هم خودم البته یا حفظ کرده نمید، اما سر بلندتان در نقطه دنیا باشین افتخارات مردم افغانستان، افتخارات خانواده تان است. سوال قسمه است که گفتن همیشه همیشه انسان ها عادت دارن که انتقاد میکنن بالا مردم و کمتر کسایی است که خودشان انتقاد میپذیرن. شما خودتان چه ارزیابی میکنین؟ تا چه حد انتقاد پذیر هستین؟ بیشتر عرض کنم که ما جمله کسایی هستم که در جمع رفیقای ما به خرد جمعی معتقد هستیم و در اون مکتب تربیت شدیم که از اون مکتب درک و احساس وطن پرستیم، چی از نگاه خانوادگی، چی از نگاه به اصطلاح همون مکاتبی را که با رهبرها داشتیم در این راستا آمدیم. در اون مکتب انتقاد و انتقاد از خود یک اصل بوده. اگر شما از خود انتقاد نکنین، هر روز هم به صلاح انتقاد از دگاه کنین، آره باید بفهم که چشم بصیرت کل در اینجا باز است. میبین پیشتر از کردم، اگر طفلتان در مکتب و کودکستان میره یک چیز میفهمه، شاید بگه بابا امروز این کتابچه را خواسته بود شما نگرفتین، یا امروز معلم مایی چیز بود، یا امروز به صلاح اینی رقم امرای مدمون جروی خوب شد یا خراب. این درس هاییست که آدم هر روز میگرد. اون خاطر اگر انتقاد پذیر نباشین شما هیچ وقت نمیتونین مستر خدمت شد. من میگم اگر ما دو کلمه گپ میزنم 2000 شنیدیم. با او اصل از پیشتان میگم شما شاید پروگرامتان این چیزها را به صلاح اجازه نداشت، اما بر اولاد دی وطن به درد میخوره که بگویم که اینجا پروگرامتان با سیاست دست نمیزنه، اما سیاست برای مردم افغانستان یک اصل است که داره کشور خود، خانواده خود بدر. سیاست چی است از نگاه ما؟ از نگاه ما اداره سالم است. اداره سالم چی رو اگر شما زن و اولادتان یا به اصطلاح شوهر و خانواده تان هم کلانش از این اداره میگیم باید یک سیاست داشته باشید. این سیاست توطئه نیست، تفتین نیست، دروغ گفتن نیست. سیاست ما صداقت است. به او خاطر گناه اولاد از این وطن نیست که حال ما آمدیم تمام روز با اینا صحبت می بر اولاد از این 20 ساله و 30 ساله رو میگم عقلتان است که شما را به اصطلاح از سیاست برحذر بسازن. چرا؟ یکی در گواره بودین، مادرهایتان شور دادن، نگو که در دولت دیروز بودیم، نگو که حزبی بودیم، به خاطر از اینکه شما با او کسایی که جنایتکارای روبرو بودین که آمده بود که شاید زیرمی نام میکشت، بیشتر گفتم به یک رفاقت قربانی دادیم در حالی که صفت خداوندی است، رفاقت، عزیزگلوی، دوستی اینا. از این خاطر ایره یاد کردم که یک ضرورت است که حالا بگویم نه، اگر به سیاست اولاد از این وطن که تحصیل کرده، تجربه کرده و میخواید در اداره سم بگیره، نه اونموز که هر روز از بیرون برای ما رهبری میاید، رهبر از بیرون میاید. امروز در هیچ مسائل زندگی خود مردم افغانستان نمیرن که مستقیما دست بدن. امیال پیشتر باید یاد کنم در این برهه زمان میاییم، ما تو نمیتونیم جنگ هم نغاز کردیم، صلح هم نمیمانند که ما به صلاح مردم افغانستان دست داشته باشه. به نمایندگی ما یک جوان آمده شیشته خود هم افغان بگوی هم خارجی، این صلح را برای من نمیاره. میخواییم اولاد ما همونخواه که علم پیدا میکنن، دانش پیدا میکنن، سیاست کار خانوادگی خود و مردمی خود خودشان بلد شوند، بتانند در ساخت برای ما بوده ممثلش هست که ادو جمله یاد کردم طرف مردم سالاری و دموکراسی باید بریم. در زندگی چی چیزه یا چی موضوع شما را عصبانی می‌سازه؟ دروغ گفتن.
یکی بخوره کل رفیقای میفه. ببینید پنج بنای مسلمانی را از پیشتان زایی شد و خداوند میبخشید تان. توبه کنین، حج برین دیگه. اما دروغ که بگوین، منافقت کنین، خدا نمیبخشه. خداوند میگه انما المنافقین فی الدرک اسفل من النار. جای منافق در جهنم است. از او خاطر هر کس که منافقت داشته باشه، ولو که سیاست مدار باشه، ما مخالف شد. در سیاست تان میگم با مردمتان راست باشید. در طول عمر کاری و زندگیتان کدام موضوعی بوده که شما را بی نهایت خوشحال ساخته؟ هر وقت که چهره یک انسان میبینم بشاش هست، از خدا راضی است، همیشه مردم قندار میگه ده خدای نراضیم. اگر گفت که از خدا راضی است و من خوش آرام بود، اینمی ما را بشاش میده. چی یک طفل است و چی یک کهنسال است. فهمیدین چی جوان امروز است، چی جوان دیروز است. که رضایت از زندگی داشته باشه باعث خوشی ما میشه. کدام وقت شده که واقعا از این سوز دل اشک ریخته باشین و برای چی؟ بسیار. هر غمی که به هر انسان میرسه که از تای دل آدم بر از او یقین پیدا میکنه که واقعا که با اینجا ظلم شده، ستم شده، ده حقش، حقش خورده شده که حد سه تن پوره نیست که به او رسیدگی کده بتون غیر اشک برسید. بسیار سپاسگزار هستیم از صحبت بسیار عالی شما. امیدوار هستیم که این صحبت هایی را که بیننده ها میبینن آنچه که در آن قش نهفته است بیاموزن و یک چیز باشه آموزنده و به درد بخور نسلی که تازه به دوران میرسن، از گذشته های شما فهمیدن، از احساس پاک شما فهمیدن و از اون نیت واقعا صادقانه و صاف شما فهمیدن و به این صراحت و صداقت که شما بیان کردین کمتر کسای حاضر است که بدون ریا به این صداقت بشینن و پیش روی کمره همچون یک صحبتهای داشته باشن. سپاس گذار هستیم از شما. تشکر از شما. امیدوار هستم که منعکس کننده نمی خواستا باشین. ما بتانیم نمایندگی از اون انسان شریف با دیانت، وطن پرست، با درک و احساسی که چی در بیرون افغانستان است چی در داخل افغانستان نمایندگی کنیم. میفهم کسایی که در بیرون از افغانستان بازش رسیدن میتونه، بازش که نمیتونه، اما نیتشان سر مردمش است، سر به اصطلاح رشد و ترقی، سر آبادی، سر صلح و صفا در افغانستان است. تانسته این وسیله شیم که دیگه یار ما قنیزیک بسازیم که نه دشمنای ما در داخل افغانستان و نه دشمنای مردم افغانستان. اکثرا ما دور نمیرم، میگم از یک آیسای بالاتر نمیرم که اینا کوشش میکنن که انسانای با درک، احساس، وطن پرست تفرقه پرته که مانع تفرقه اندازی از یاشیم و وطن خود ازیام کده بیشتر و بیشتر آباد بسازیم. تشکر از شما. تشکر. خوش شدم از صحبتتان. حالت میکنم. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.